نام داناترین دانایان، سعید جویزاده هستم از مؤسسه چشم‌انداز شیراز. امیدوارم در هر جای کره خاکی که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید. به وبسایت ما سری بزنید، amarpage.ir. در این وبسایت مطالب بسیار خوندنی در رابطه با آمار توصیفی، آمار استنباطی، آمار مکانی، زمین آمار، فیلم‌های آموزشی، دورهای آموزشی متنوعی تو این سایت هست و میتونید مطالعه کنید. با شماره 0938 225 274 با من در ارتباط باشید و اگر مشاوره آماری خواستید و اگر انتقادی دارید از اون طریق اون شماره به من اعلام کنید. با مجموعه آموزشی آموزش نرم افزار اسپیسز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که فیلم های قبلی مورد پسند شما قرار گرفته باشه. این فیلم ها رو گام به گام دنبال میکنیم تا اینکه شما بتونید طراحی آماری خیلی خوبی رو انجام بدید. من به نرم افزار اسپیسز برمیگردم. اگه خاطرتون باشه در ویدیو قبلی ما اومدیم متغیرهایی که رنج بسیار گسترده داشتن و جدول فراوانی بسیار نادرستی از اونها تولید میشد، اون متغیرها رو گروه بندی کردیم، جدول فراوانی رو ساده کردیم و بعد گفتیم که جدول فراوانی که بیش از 10 سطر باشن تو کار علمی نمیتونه استفاده کنیم یا خیلی طولانی میشه، در مقالات نمیتونیم قرار بدیم، در پایان‌نامه نمیتونیم قرار بدیم، در رساله دکترا نمیتونیم قرار بدیم. و اومدیم رفتیم به قسمت ترانسفورم و با استفاده از ریکود کردن این کار رو انجام دادیم. دستور دیگری که من میخوام به شما یاد بدم که بسیار کاربردی و بسیار جالبه و در این کاربردی بودن بسیار ساده و راحته، دستور ویژوال بینینگ، که با استفاده از دستور ویژوال بینینگ شما میتونید این فرایند رو مثل ریکود کردن انجام بدی، با این تفاوت که بسیار راحت‌تر اما تکنیکی‌تر. من برای این کلیک می‌کنم، پنجره ویژوال بینینگ ظاهر میشه. تو این پنجره نکته جالب دیگه ای که وجود داره اینه که در این پنجره فقط ما متغیرهای کمی رو داریم، متغیرهای توصیفی رو نداریم و اینم یه نقطه قوتی واسه نرم افزار. من درآمد رو به عنوان یک متغیر انتخاب میکنم، با این فلش به قسمت سمت راست هدایت میکنم. بعد از که به قسمت سمت راست هدایت کردم بر روی کنتینیو کلیک میکنم، با یه پنجره روبرو میشم تحت عنوان ویژوال بینینگ. این پنجره اول یه رنجی از داده‌ها رو به شما میده، یعنی یه توضیح از داده‌های به شما میده و میفهمیم که کمترین درآمد 9 هست که گفتیم بر حسب میلیون ریاله و بیشترین درآمد 1116 میلیون، حالا بر حسب میلیون ریال. خب پس یه توضیح به ما میده که ما میتونیم نقاط شکست رو ایجاد کنیم و به نرم افزار بگیم که داده‌ها رو چطور واسه ما گروه بندی کنیم. در سمت بالا، در بالای پنجره، اینجا که متغیرتون وارد شده، نام متغیر، حالا میگه متغیری که فعلی شماست، متغیری که کارند وریبله و شما باش سرکار دارید، اسمش نیمه و لیبلش درآمد بر حسب میلیون ریال در ساله که شما میتونید اینجا نام جدید بهش بدین. من نام جدید بهش میدم تحت عنوان اینکام درآمد آندرلاین گروپ، درآمدی که حالا اومده گروه بندی شده، و میتونم لیبلش هم عوض کنم، بنویسم درآمد گروه بندی شده. میتونم به برچسب فارسی بهش بدم تحت عنوان درآمد گروه بندی شده. خب در قسمت پایین اگه یادتون باشه وقتی ما ریکود رو انجام میدادیم میرفتیم توی پنجره وریبل دیتا یا هم وریبل ویو، اونجا میرفتیم ارزش گذاری میکردیم، کد گذاری میکردیم، ولی اینجا لازم نیست که اونجا مراجعه کنید، همینجا خودش قرار داره و من اینجا قراره که این ارزش گذاری انجام بدم. من میام گروه اول رو 50 قرار میدم، درآمد 50، بعد اونو 100 میذارم، قسمت بعدی 300 قرار میدم، حالا بر حسب میلیون بر ریال، و بعدی رو من 1000 قرار میدم، یعنی بالای 1000. خب من اینا رو ایجاد کردم. کار دیگه ای که اسپیسیس واسه انجام میده اینه که شما میتونید اینجا لیبل گذاری کنید، لیبل ها رو خودتون بنویسید، همون به همون صورتی که لیبل ها رو در پنجره یا در محیط وریبل ویو می‌نوشتید. ولی کار جدیدی که اینجا اسپیس انجام میده اینه که خودش واسهتون ایجاد میکنه، میگه آیا اجازه هست که خودم لیبل ها رو واسهتون ایجاد کنم یا برچسبا رو بزنم. ما بهش اجازه میدیم، کلیک میکنیم و خودش میاد تقسیم بندی بسیار شیک و کاربردی و بسیار عالی از نظر آماری واسه شما انجام میده که این کارم واسه شما خیلی راحت کرد. بعد برای اوکی کلیک میکنم و بعد پیامی ظاهر میشه مبنی بر اینکه متغیری جدید ایجاد شده و من میخوام به پنجره برای متغیر شما ایجاد کنم یا
به قسمت دیتا ویو، میگیم اشکال نداره اضافه کن، برای اوکی کلیک میکنیم. من اگر به پنجره داده ها وارد بشم، این کام گروپ، یه گروه بندی جدید اضافه شده. الان من میتونم وارد انالیز بشم و آمار توصیفی برای فرکانسی کلیک کنم و برای اون درآمدی که گروه بندی شده، خب من متغیر سن رو برمیگردونم و دنبال متغیر درآمد میگردم. خب اینجا درآمد گروه بندی شدم و به سمت راست هدایت میکنم و برای اوکی کلیک میکنم. اینجا اگه دقت کنید یک جدول فراوانی بسیار کوتاه به ما داد با 1, 2, 3, 4, 5, 6 سطح، که البته سطح آخر توتال یا مجموع ما هست، و درآمدهایی که زیر 50 احسن رو اینقدر به من داد فراوانیش، و درآمدهایی که بالای 1000 احسن رو به من مشخص کرد و به صورت درصد هم به من نمایش داد. این کار بسیار عالیه و شاید نمازها SPSS به خاطر همین کاراش هست که مورد پسند پژوهشگرانه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید.